365 روز با پیام کائنات از کانال ما تیوب نوع اعطا کردن به دیگران صرفاً به خاطر نفس بخشیدن جریانهای سالم را در اعماق بدن شما فعال می کند. وقت آن است که صادقانه به رابطه خود با سخاوتمندی نگاه کنید. آیا از صمیم قلب چیزی را می بخشید؟ یا این قدرت خود را از دست می دهید؟ آیا بدون دلبستگی پیشکش می کنید؟ یا با قصدی پنهان؟ در طول هفت سال اول زندگی خود، در مورد خودخواهی و از خودگذشتگی چه آموخته اید؟ از شما می خواهم که در سخاوتمندی خود شهودی باشید. اگر نسبت به دادن چیزی به کسی احساس خشم یا عصبانیت می کنید، دست نگه دارید. هنوز آمادگی ندارید. صبر کنید تا قلبتان باز شود. هر زمان که برایتان مقدور بود، اعمال محبت آمیز تصادفی را تمرین کنید. چرا که نوع دوستی خالصانه شما شادی و فراوانی بیشتری از آنچه که تصور می کنید به زندگی شما وارد می کند. سوالاتی برای تعمل کجاها خودت را قربانی روش هایی که برایت سالم نیست؟ آیا تا به حال بیش از حد از خودت مایه گذاشتی و بعدا ناراحت شدی؟ چگونه می توانید طوری از خودتان مراقبت کنید تا بتوانید با کمال میل و از صمیم قلب عطا کنید؟ تعیین محدودیت های سالم در کجا و با چه کسانی دشوارتر است؟ با چه کسانی و چه وقتهایی به سمت خود خواهی گرایش دارید؟ اگر انقدر احساس گناه نمی کردید، چه کار متفاوتی می توانستید انجام دهید؟ چه زمانی بیشتر از همه در اعمال خود، فارغ از خودخواهی کاری انجام داده اید؟ در حال حاضر واقعا برای چه چیزهایی شرک گذاری می کنید؟ آنها را یادداشت کنید. امروز برای کسی بدون اینکه بداند کار نیکی انجام دهید. این کار برای سلامتی شما خیلی خوب است.